درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه ششم بهمن ماه همراه ما باشید. در حالی که تشکل‌های مستقل بازنشستگان برای برگزاری تجمع‌های سراسری در روز هفتم مرداد فراخوان دادند، خانه کارگر تشکل وابسته به دولت امروز تجمعی با خواست‌های بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد. شرکت کنندگان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان سراسری، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبات متناسب سازی شدند. تجمعات مشابهی در شهرهای دیگر نیز برگزار شده است. انتشار یک فیلم شبه داستانی 9 دقیقه‌ای با ادعای روایتی از نجات کردستان عراق توسط قاسم سلیمانی در خبرگزاری فارس واکنش اعتراضی دولت اقلیم کردستان را برانگیخت و آن را تحریف واقعیت خواند. دولت اقلیم کردستان با تحویل نامه ای اعتراضی به کنسولگری ایران اعلام کرد که این فیلم برای پیشمرگه‌ها و رهبری کردها توهین‌آمیز است. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس که متهم است به یک سرباز پلیس راهور که مانع از عبور خودروی او از خط ویژه شده بود سیلی زده، با رد این اتهام مدعی شد که این سرباز ضمن تهمتی ناروا به او گفته هر کسی هستی برای خودت هستی و به شکم او باتوم زده است. در همین حال علاوه بر شهادت چند نفر از شهروندان درباره سیلی خوردن سرباز، امروز در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از صحنه سیلی خوردن سرباز منتشر شده است. مایکل آرون سفیر بریتانیا در یمن میگوید که حوثی‌های یمن با تغییر مواد درسی در دبستان‌ها به جذب کودکان برای رفتن به جبهه‌های جنگ مشغولند و دانشجویان را هم برای تحصیل به قم می‌فرستند. او در مصاحبه‌ای با الشرق الاوسط گفت ادامه کنترل حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور جنگ زده شده است. وی خاطر نشان کرد که حوثی‌ها از طریق برنامه‌های درسی مدارس و جذب سربازان کودک دست به تغییر هویت عربی یمن زدند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که قرار است از اواخر ژانویه سال جاری تست‌های سریع تشخیص کووید 19 در منزل در دسترس اشخاص و خانواده‌ها قرار گیرد. علاوه بر این وزیر بهداشت آلمان اعلام کرد که دولت فدرال 200,000 دوز داروی آنتی‌بادی کرونا برای درمان موارد حاد کووید 19 خریده است. همچنین مصر نیز از روز گذشته واکسیناسیون را آغاز کرد.